اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل احادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فألقوه في عيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. جریان قصه حضرت یوسف سلام الله علیه همانند قصص سایر انبیاء علیه السلام در دو فصل مورد بحث قرار میگیرد. فصل اول بررسی این قصه از بیرون است، فصل دوم تحلیل این قصه از درون. هر قصه همینطور است، هر رشته فنی همینطور است. آیاتی که مربوط به بررسی قصه یوسف سلام الله علیه از بیرون است، اونم کم نیست که بعضی از اینا اشاره شد. و آیاتی که مربوط به تحلیل قصه یوسف سلام الله علیه از درون است، اون قسمت مهم همین سوره مبارکه یوسف رو تشکیل میده. اصاره فصل اول این بود که ذات اقدس اعلام فرمود این قصه مبدا غیبی دارد، یه بحث تاریخی و داستانی نیست که در کتاب ها باشد و کسی را از جایی نقل کرده باشد. این مبدا غیبی دارد، چه این که در آیه 101 همین سوره مبارکه یوسف فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. تو در اون صحنه نبودی که اینا توطئه کردن، تصمیم گرفتن، رأی دادن بر کشتن یا چاه انداختن، ولی کل این صحنه ها را ما برای تو بازگو میکنیم. اینا من اخبار الغیب و انباء الغیب است، یه جریان تاریخی نیست که شما تو کتاب های تاریخی هم بتوانید پیدا کنید یا از زبان قصاصان و مورخان بشنوی. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که این داستان برای عبارت اولوالالباب و خردبرزان است الی یوم القیامه. این که در آیه 111 همین سوره فرمود لقد کان فی قصصهم عبرتون لاولوالالباب، یعنی این قصه برای اولوالالباب الی یوم القیامه عامل عبرت است. اگر کسی بخواهد از جهل به علم عبور کند، این قصه قصه خوبی است. اگر بخواهد از حسد به غبطه عبور کند، این قصه قصه خوبی است. و بالاخره اگر بخواهد از نقص به کمال عبور کند، این قصه قصه خوبی است. یک صراط مستقیم است، یک پل بسیار خوبی است. و اما اگر کسی بخواد تماشاگر این قصه باشد که خودش هدر داده به این قصه برای تماشا نیست، اون کسی که این قصه را خوب تحلیل میکنه و قصد عبور دارد، میخواد حرکت کنه و حرکتش هم از نقص به کمال باشد، این قصه قصه خوبی است. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. مطلب سوم آن است که یه وقت هست یه کسی نمیخواد تنها مسئله اخلاقی و تربیتی از این قصه استفاده کند، نمیخواهد مسائل سیاسی یا اجتماعی را از این قصه بهره بگیرد، میخواد یه قدری دقیقتر و بالاتر بیندشد، میخواد باز هم این قصه مشکل اونها را حل میکند. یه وقت هست یه کسی میخواهد بررسی کند که چگونه یک کشور قحطی زده را در حال بحران یه انسان وارسته اداره میکنه. خب مصر هم خیلی
همه مناطقش زرخیز و حاصلخیز و اینا نیست و 7 سالم قحطی دیده. خب یه کشور قحطی زده 7 سال خوشسالی داشته رو چیوری داره اداره بکنه؟ این یه کار خوبی است، یه رشته اقتصادی است، رشته اجتماعی است. این کادرسازی میخواد، نیروسازی میخواد، تربیت نیرو میخواد. صرف این که اون والی، اون رهبر انسان وارسته است که کافی نیست. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چی کار کرده، چی جوری اداره کرده این رو؟ همه روستایان اطراف، همه منطقای دور و نزدیک، حتی 80 فرسخی که از کنعان یعقوب و بچه‌هاش آمدن برای تأمین آذوقه، بالاخره این توانست این کشور وسیع، این فلات وسیع را اداره کند. یه وقتی کسی قصه است یوسف را برای این زمینه مطالعه میکنه، اینم یک راه خوبی است. لقد کان فی قصصهم عبرتون لعلل با. اداره کردن مسائل سیاسی بالاخره آرای مختلف، نظرات مختلف در یک سیستم حکومتی خاص چگونه وسیله است یوسف اداره شد، اینم مسائل است. اما کسی بخواد بالاتر از اینها فکر کند، از معجزات بخواد با خبر بشود، از مسئله شهود رب بخواد خبر بگیرد، از کیفیت ارتباط با جهان غیب میتواند بررسی کند، با رعب برهان ربه بخواد کار کند، این حرفها برای او مسئله است. اگر این حرفها برای او مسئله شد، اومد این جریان است یوسف را که خوب بررسی کند، میبیند که فرمود لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین. این دیگه مسائل اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی نیست، این مسائل فلسفی و کلامی است. اونجا که سخن از آیه است، معجزه است، نه سخن از عبرت. وقتی عبرت شد میشه مسئله اخلاقی، وقتی آیت شد میشه مسئله حکمت و کلام. اگر کسی بخواد رو این مسائل کار کند، بازم فیه آیاتون لسائلین. این سائلین منظور همون چند نفر یهودی نبودن که به مشرکان گفتن شما از کسی که مدعی نبوت است بپرسید جریان یوسف چیست، ببینیم چگونه خبر میدهد، آیا مطابق تورات ما خبر میدهد یا نه، که قضیتون فی واقع مزد و غزد. اینطور نیست که الی یوم القیامه هر سائلی درباره این قصه احسن بپرسد میتواند آیات کلامی استنباط کند. فیه آیاتون لسائلین، نظیر اون چه که در باره تأمین روزی های ظاهری فرمود. در باره تأمین روزی های ظاهری فرمود به این که آیه 10 سوره مبارکه ها من فصلت این است و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء لسائلین. فرمود نظم عالم این است که کوه ها را تنظیم کرده که زمین نلرزد و نلغزد، معادن هم در این جاست، باران که آمده این ذخیره میکنه، در دل چشمه درست میکنه، این برف ها را کم کم در خودش جذب میکنه، از دامنش به صورت چشمه و قنات و چاه تحویل میده، بالاخره بتواند مخزنی باشد و روزی های مردم را حفظ بکند. و فصول 4 گانه به برکت همین کوها و نهرها و قناتها و چشمها و چاهها ارزاق مردم رو تأمین میکنن، به شرطی که مردم بپرسن. اون کسی که به دنبال کار نمیره ساکت است و او سهمی از روزی ندارد. اون که به دنبال کار میرود، به دنبال تولید میرود، به دنبال خودکفایی کشاورزی میرود، این سائل است، از خدای سبحان در از سوال میکنن. فرمود الی یوم القیامه هر کس از ما روزی سوال کند، ما با همین این فصول 4 گانه قوت و روزی او رو تأمین میکنیم. قدر اقواتها فی 4 ایام، یعنی فصول 4 گانه سواء لسائلین. حالا کی بره سوال بکنه؟ چی جوره سوال بکنن؟ معدن شناس یه جور سوال میکنه، دریا شناس یه جور سوال میکنه، اون که تو دامداری و کشاورزی جور دیگه سوال میکنه. سوالاتی که مربوط به قصه است یوسف سلام الله علیه است خیلی فرق میکنه.
یه وقت هستی کسی به دنبال این میگردد که چگونه بوشد مبارک یوسف شده مخلصین شد، وقت به دنبال این است که خدا نمیفرماید که من او را از بدی منصرف کردن، بلکه بدی را از او منصرف کردن. این اسرار معلوم شود انسان به جایی میرسد که بدی بالاخره تیر شیطان دیگه. این که فرمود لنس رفع انحسو، ما نگذاشتیم بدی به طرف او بیاد. خب بدی که به طرف کسی نمیاد که، بدی کار بد به بدی تیر است. این یک، به دست یک تیرانداز است. دو، اون تیراندازم در کمین است. سه، ما رو میبیند ما او رو نمیبینیم. چهار، اون شیطان است و جنود او. این که در روایات ماست از نظرت و سهمان من سهام ابلیس، اینا که بارها مراجعه فرموده اینا تمثیل است و نه تعیین. فبود نگاه به نامحرم تیره. خب در بین همه گناهان نگاه تیره، یا غیبت هم تیره، دروغ هم تیره، معصیت های دیگه هم تیره، رشوه و ربا هم تیره. حالا این یک نمونه است. فبود ان نظرت و سهم من سهام ابلیس. ابلیس کجاست؟ انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. خب او تو کمینه، تیراندازی میکنه. انسان باید مطمئن باشد وقتی نامحرم نگاه کرده تیر خورده، این بدون تردید. گناهان دیگر هم همینطوره. ولی اگر به جایی برسد که در تیر رس شیطان نباشد، باید مشمول همین آیه است که لنصرفه عنه سوء والفحشاء. دیدید وقتی که این هواپیما خیلی اوج گرفته باشد، این آفند و پدافند هیچ کدوم به او نمیرسه. بالاخره اینا یک حدی دارن دیگه، تا یه مقدار مشخصی میرن، ولی بالاتر که رفتن که این تیرا به او نمیرسد. انسان وقتی به مقام بالا رسید اصلا شیطان هوس نمی کند، قدرت ندارد او رو تیراندازی کند به آسیب برساند. این که فبود لنصرفه عنه سوء، اگر کسی تیر بزنه به طرف شمس و قمر، خب تیر بر میگرده به شمس و قمر که نمیرسد که. تیر مگر چقدر توان دارد؟ تا کجا میتواند برود؟ اونایی که و رفعناه مکانا علیا، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خب اگه اینها رفیع الدرجات شدن، بالا رفتن، تیر شیطان تا چه اندازه میتونه بره؟ خب اینها نمیرسد دیگه. اگه کسی این گونه مسائل را، اینا معروف به مسائل تربیتی نیست، چون تربیت مادون اینهاست. اینها که مسائل تربیتی نیست، اینا مافوق تربیته. تربیت اینه که انسان عادل بشود، گناه نکند، وارسته باشد. اما تو اون جهاد اکبر که بین فهم و شهود، بین حصول و حضور نزاست، این نمیگه که من میخوام ببینم چی بده تا نکنم. این یقینا گناه نمیکنه. تمام تلاشش اینه که این جهنمی که موجوده من میخوام ببینمش. همین، اگر این کار برای او دغدغه شد، مسئله شد، به این وادی رسی، این دازه دارد تو وادی جهاد اکبر سیر میکنه. اما اگر تلاش کوشش این آدم خوبی باشه، کار خوبی است، کار واجبی هم هست، بر همه ما لازم است، این تو میدان جهاد اوسط است و این تو فضای اخلاق است، نه عرفان. عرفان اینه که این شخص منزه است، عادل است، عالم است، گناه را اصلا انجام نمی دهد. اما میخواد ببینه وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، ائمه دیگر هم فرمودند گناه زباله است، باطنش زباله است. این میخواد ببینه، میخواد بوی بد گناه را استشمام بکنه. لذا اگه کسی گناه کرده از کنارش رد شده، این میفهمه، این بینش میگیره. این میگن عرفان، که شهود داشته باشه هم عواقب تلخ گناه را، هم عواقب شیرین اطاعت را. یه انسان وارسته که از کنار او رد میشه، مثل که دست یاس از کنار بینیش عبور کرده، این احساس لذت میکنه، میفهمد یه آدم خوبیه. اینو میگن عرفان، اینو میگن جهاد اکبر، اینو میگن شهود، اینو میگن رعا برهان ربه. اگر کسی تو این وادی بخواد گام برداره، فیه آیات لسائلین الی یوم القیامه، بخواد تو مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، چگونه کشور بحران زده مصر رو داره اداره میکنه، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب،
بخشای دیگر هم بخواهد ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. قرار اینه که اینها مربوط به فصل اول این قصه است که از بیرون کسی بخواد این داستان طیب و طاهر رو ببینه، این نکات رو قرآن به او یاد میده. اما اون چی که مربوط به درون است که از همین آغاز رؤیا شروع شده، ذات اقدس اله میفرماد به این که خب این که گاهی سوال میشه اینا مراحل همون اشتباه هست و تعلیم هست و اتمام نعمت، اینا مسائل میانی است، وگرنه اگر کسی مشمول لطف الهی باشد بخواد به اوج کمال برسد باید ارحام مطهره را طی کند، اسلاب شابخه را طی کند، لم تنجس الجاهلیت و انجاسها بشود تا برسد در حیطه اجتماع به دنیا بیاید، طیب و طاهر به دنیا بیاید، بعد اشتباه نصیبش بشود، بعد تعلیم کتاب و حکمت نصیبش بشود، بعد تزکیه نصیبش بشود، بعد تطهیر نصیبش بشود، بعد یحبهم و یحبونه نصیبش بشود. ده ها نعمت وسط هست، جامع اینها ممکن است مسئله یتم نعمته باشد، اما نه جامع انتزاعی است، اما یطهرهم هست، یزکیهم هست، ینظر الیهم هست، و کلمهم هست، جامعش میشه اتمام نعمت. البته همه اینها بر اساس ما بکن من نعمت انف من الله، بعد هم به اینها مأموریت میدن و وظایف رو به عهده اینها میگذارن که اینها انجام بدن. اما اینکه گاهی بسال میشه چجوری وجود مبارک یعقوب گریه کرد با همه خصوصیتاش، یا یوسف سلام الله علیه متأثر بود با اینکه میدونستن در پایان کار پیروزند و سالمند و زنده ان. اینجا دو تا مسئله است، اینا هم عطوفن هم صبور. عاطفه داشتن، رقیق القلب بودن از بهترین نعمتهای الهی است، جامعه را عاطفه نگه می‌دارد. شما رو می‌بینید این مسجد اعظم، این ستون‌ها، این آهن‌های سرد و سخت، اینا به برکت اون ملات نرم بالا آمده. اگه ملات نرمی نباشه که این که میگن سنگی رو سنگ بند نمیشه، همینه. این برج‌ها را، این بناهای مستحکم رفیع را اون ملات نرم نگه می‌دارد. جامعه اگه همش خشونت باشد و اقتدار باشد و قانون باشد، هرگز سنگی رو سنگ بند نمیاد. جامعه را عاطفه نگه می‌دارد. عاطفه هم تو خانه هاست و خانوادگی است. یک کسی که رقیق القلب نیست، عطوف نیست، به درد هیچ کاری نمی‌خورد. اینا رقیق القلبم، اما انما اشکو بسی و حزنی الالله، هرگز شکایت نمی کنن. خب هجران از چجوره؟ هجران دردآور نیست. یک کسی که عطوف باشد، رقیق القلب باشد، چگونه پسری مثل یوسف را از دست می دهد ولو می دونه زنده است؟ اینا وقتی مسافرت 10 روزه 20 روزه میکنن، پدر و مادر اشک می ریزن. این عاطفه نعمت است و این نعمت را انبیا داشتن و حفظ کردن. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از مرگ پسرش ابراهیم گریه کرد، به حضرت عرض کردن شما هم عشق میریزید؟ فرمود بله عشق میریزن. تدمع العین، چشم عشق میریزد ولی زمان آرام است، ساکت است، ما راضی هستیم به رضای خدا. اما این آرامش را ما با اون عشق حفظ میکنیم. این نعمت است، چرا ما این نعمت از دست بدیم؟ اگر ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، برای همین است این انسان لین، یه انسان ملایم، یه انسان عطوف میتواند جامعه را خوب بشناسد و به اونها خدمت بکند. بله همه چیز از خدا میداند، این عاطفه هم از خداست. بالاخره ذات اقدس اله به اینها علاقمند است، خیلی ها را خدا دوست دارد، یحبهم و یحبونه. اگه یه دی محبوب الهی باشن، این که در باره بچه عادی که این کار نمی کردی، که یه کسی که بالاخره شمس و قمر برای او سجده میکنن، فراقش اشکاور دیگه. یه وقت است که اینا خدای ناکرده گله‌ای دارن، ناراحتی دارن. نخه انما اشکو و بسی و حزنی الالله. و همیشه هم ادب گفتارشون محفوظ است. اول نام بارک خدا را میبرن، نمیگن ما به خدا پناه میبریم، ما از خدا کمک میگیریم. این حرف میانیست که ما میگوییم نستعین بالله، استعین بالله. حرف نایین است که والله المستعان، نه استعین بالله، که اول از خودمون شروع بکنیم. و یا نورانی یعقوب سلام الله علیه هم همینه دیگه، والله المستعان. این صدر و ساقش توحید است.
اما بالاخره این عاطفه رحمت است، برکت است، با اون اساس خانواده محفوظ میمونه، خانواده های عطوف جامعه مهربان تحویل میدن و ماننده ها. بنابراین این گریه و عاطفه و اینها محضوری ندارد. یه وقتی که مثلا به اهل بیت سلام الله علیه فرمود شما گریه نکنید، برای اینکه بیگانه خوشحال بشد، اونجا سخن لا تشمیت بالاعدا است. وگرنه وقتی تنها میشدن خب این همه اشک‌ها و ناله‌ها را اهل بیت داشتن دیگر. در مجلسین دولت اموی جا برای گریه نبود، بر اونجا جای گریه نبود، اما تو قتلگاه جای گریه بود، تو راه جای گریه بود، برگشت تا مدینه هم که خب جای گریه بود. برای اینه که باید بدونن که کجا باید گریه بکنن که مواد لا تشمیت بیال اعدا بشود. رقت قلب کمال دیگه. یه وقت هست که این رقت قلب را بی جا مصرف میکنن، اونجا ذات اقدس را جلوش گرفته، فرمود این دو عنصر تبهکار رو، بزهکار رو وقتی حد میزنن، شما اگر حضور پیدا کردید و یشد عذاب هما طائفتون من المؤمنون اما بلا تأخذتون به ما رأفتون فی دین الله، اون ضعف نفس است نه عاطفه. فرمود اینا که دارن حد میزنن، به اینا شلاق میزنن، مبادا اظهار مهربانی کنید، اون اگر بکنید ضعف نفس است نه عاطفه. شما میبینید یه کسی که سابق ذبح حیوانات مثل مر را میکشتن، یه وقتی سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب وقتی که میرفته به خدمتشون، معمولا سابقا هر کسی تو خونه‌اش چند تا مرغی داشت، غالب خونه‌ها مرغ بود، اینم خب تو خونه‌اش مرغ بود. یه وقتی این فهمیده این مرغایی که تو خونه ماست اینا همیشه پیر میشن و میمیرن، ما هرگز اینا رو نمیکشیم، اگه مهمان آمد از بیرون میاریم. بعد فهمیدیم که تو روایات دستورم همینه که شما اینی که در پناه شماست اینا رو نکشید. ایشون میفهمد ما این روحیه، روحیه لطیفی است، اینجور آدم زندگی بکند و اون نه طبعا نیتونه، اینا پیر میشن میمیرن، اینا چون مثل اعضای خانواده ما، ما اگه احتیاج مرغ داشته باشیم مهمان میاد و بیرون میگیر. این یه روحیه است. وقت این روحیه همه از او بهره‌ای داره. در برابر گناه و اینها فرمود به این که خب لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، اونجا جای عاطفه نیست که، اونا با چلاهاشون رو بخورن. همینایی که وضع مالشون خوبه، قبلا مرغا رو ذبح میکردن تو خوناشون، بعضی هم میگفتن ما دل نداریم، اما وقتی سوار اتومبیل میشه کنار فقر فقرا عبور میکنه، به سرعت میگذرد، فقرا رو میبینه، اعتراض میکنه، اونجا نمیگه من دل ندارم. معلومش میره که مرغ نمیکشه و مانند آن، این گرفتار ضعف نفس است نه عاطفه. خب اگر عاطفه باشه در برابر کمیته امداد هم بالاخره انسانی ترمز میکنه دیگه. ضعف نفس چیزی بسیار بدیه، عاطفه چیزی بسیار خوبیه. تشخیص عاطفه که خوب است، ضعف نفس که بد است، این همون صراط مستقیم است که ادق من الشر و اعد من السیف است. اینا عطوف بودن، مهربان بودن، رقیب القلب بودن و رقت قلب را ذات اقدس الله دوست دارد، نه ضعف نفس را. خب اصل نعمت را ذات اقدس الله عطا میکند، بعد تکمیلش میشه اتمام نعمت. خب همه اینها نبوت میتواند باشد، رسالت میتواند باشد، ولایت میتواند باشد، امامت میتواند باشد، پیروزی در جبهه‌های جنگ میتواند باشد، همه اینها زیر مجموعه اتمام نعمت میتواند باشد، چون آخر قابل تخصیصی دیگه. تو آل یعقوب هم دلیل نداریم که اینها همشون پیامبر بودن و همه این هم دلیل نداریم که بد بودن. در جریان اون تصمیم بر کشتن جا چاه اندازی معلوم است که همه برادر حضور داشتن، اونایی که دست به این کار زدن، تصمیم گرفتن یا حرف زدن بعد توبه کردن، اونایی که در چاه اندازی شرکت کردن بعد توبه کردن. قبلا هم اشاره شد به دلیل این که وجود بارک یوسف برای اونا طلب مغفرت کرد، وجود بارک یعقوب برای اونا طلب مغفرت کرد، وجود بارک یوسف فرمود لا تصیب علیکم الیوم یغفر الله لکم، وجود بارک یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، میگفتن سب کردن که تا سحر بشه در سحر برای این بچه ها دعا کنن. بنابراین اونایی که بد کردن توبه کردن، بعضی هم که اصلا بد نکردن، و دلیل هم نیست که همه آل یعقوب به مقام نبوت رسیده باشن. خب پس جریان عاطفه با جریان ضعف نفس خیلی فرق داره.
نه، هر کسی به وسع خودش از نعمت الهی برخوردار است. این اتمام نعمت رو که خدای سبحان برای همه بشر مقرر نکرد، که برای اون چیزی که برای همه بشر مقرر کرد، فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا فرمود الله الذی خلق سبع سماوات تا آخر آیه سوره طلاق، بعد لتعلم ان الله علی کل شیء قدیر. اونی که برای همه است در اون دوتا آیه است. اینی که برای خاندان یعقوب است همون یتیم نعمته و علیک است و امثال زاده. اما اینکه چرا در اینجا دستور مبارک قافر تصریح به اخلاص نشده، چون اونجا اصل رسالت لازم بود، لذا اونجا سخن از اخلاص بیان نیامده. اینجا که متن قصه است و احیانا احتمال تهمت هست، باید جریان قصه به مانند اون ذکر بشه. اما اون که از وجود مبارک امام رضا نقل شده است، در ذیل آیه لقد تمت بهی به همه بها اونجا مشخص میشه. اون روایت نقل میشه که همه بها یعنی هر مبه قصدها یا مانند اون. مطلب دیگر این که رؤیاهای گذشته میتواند آثار آینده خوبی هم داشته باشد، لذا جریان گذشته را برای آینده نقل میکند. الان ببینید این 5-6 دقیقه که من دارم حرف میزنم، این حرفا منسجم نیست. سوال هایی که میشه اگه کسی سوال خصوصی داره بعد از درس بکنن. این سوال سوال همه نیست. در یه جمعی چند صد نفری سوال 5-6 نفر را آدم برای 500 نفر بگه این رو نیست. در سوال کردن هم مواظب باشید، هر نوشته این ندید پخته سوال کنید و بعد جا میشنید. برای همینه اگه کسی سوال خصوصی داره اینجا جاشه. اگر به ذهن شریف شما یه مطلب علمی یعنی علمی، اگر مطلب علمی شد که سوال برای 500 نفر 600 نفر است، اونا رو مرغوم بفرمایید. خب اما اینکه حکمت با شفاعت و توسل و اینها سازگار است یا نه، البته اگه خدا حکیم است چرا توسل نخیر؟ یکی از راه حکمت این است که ما از راه وارد بشویم. اینا عین السبیل و ابناء السبیل، اینکه تو دعای ندبه و مانند ندبه است، اینا راه هستند. سیره اینها راه است، سنت اینها راه است، توسل به اینها راه است. مگه ما نمیخوام راه بریم؟ خب تربیت اینها برای ما راه است، تعلیم اینها برای ما راه است، تدهیر اینها برای ما راه است، تفسیر اینها برای ما راه است. عین السبیل و ابناء السبیل، اینا راه هست. وقتی این خاندان اوضاعشون سیرهشون سنتشون بررسی میشود، معلوم میشود که اینا تو راه هست، ما هم داریم به راه اینها به الله میرسیم. در جریان است یوسف، او و برادرش یعنی هر بنیامین یا هر که بود مستثنا بودند. یکی از اون برادرها این بنیامین بود، او که نقشی نداشت در چاه اندازی یا اینها، لذا اونها از همون اول گفتن یوسف و برادرش برای ما مشکل ایجاد کردند، برای اینکه پدر به اونها علاقمند است و به مقداری که به اونها دلبسته است به ما علاقه ندارد. به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم در پایان قصه فرمود که در آیه 90 فرمود اینک لانت یوسف، فرمود انا یوسف و هازا اخی. خب اونا هم برادر یوسف بودن، برادران یوسف بودن، ولی این برادر ابوینی را گرامی داشت، برای اینکه این اصلا تو قضیه نبود، تو داستان چاهندازی اینا حضور نداشت. پس یوسف و برادر او یه امتیازی داشتن که محبوب پیش پدر بودن و دیگران به اون اندازه محبت نداشتن. پدر حق ندارد در توریث یک کسی رو مقدم بر دیگری بداره، چون خدای سبحان فرمود لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا، همه رو علی کتاب الله باید ورثه خود قرار بدونه مانند. اما از در محبت چگونه میتونه فرق نگذاره؟ محبت امر قلبی است. یکی اگر اتقا بود، یکی اعلم بود، یکی اعدل بود، خب اون اعدل و اتقا و اکرم رو با دیگری یکسان دوست داشته باشه، این که درست نیست. وجود مبارک یعقوب هم که بدرفتاری نکرد، فقط از در محبت یکی رو بیشتر از دیگری دوست داشت، به جا هم داشت. مشکل اونها در این نظام منحوس ارزشی بود که از دیر زمان بود. بعضی میگفتن هر کی وضع مالیش بهتر است او افضل است، بعضی میگفتن هر کی زور و بازوش بیشتر است او افضل است. این ارجح بودن، افضل بودن و اکرم بودن معیارای خاص خودش داشت. قرآن کریم همه اینها رو نقل میکنند و رد میکنند. میفهمد در فرماندهی سپاه، سرلشکری، سرگردانی، سرهنگی، مسئولیت نظامی، رهبری انقلاب،
اینا معیار این نیست که کسی بگوید چه وضع مالی ما خوب است. نحنو احق و بالملک من، در سوره مبارکه بقره آیه 247 فرمود که پیامبر اون گروه گفت آیا قدرت مبارزه دارید، مبارزه میکنید؟ اونا گفتن بله. خب چرا مبارزه نمیکنید؟ مبارزه برای آب و خاک نه، مبارزه در راه خدا. اگر کسی را از سرزمینش بیرون کردن، این شخص میتواند جهاد فی سبیل الله داشته باشد، بلکه باید هم داشته باشد. حرف اونا این است که وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. اینی که الان انتفاضه فلسطین میشه جهاد فی سبیل الله، بلکه اخرجوا من دیارهم و ابنائهم. به خدای سبحان هم دستور داد در سرزمینت باش، اگر کسی خواست تو را از سرزمینت بیرون کند مقاومت کن، میشه جهاد فی سبیل الله. و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. در چنین فضایی پیامبرشون طالوت را به عنوان فرمانده جنگی اینها انتخاب کرد و بود این رهبر نظامی شما و جنگی شما باشه. اونا گفتن انا یکون له الملک علینا و نحنو احق بالملک من، ما باید این سمح داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه ولم یؤت ساعتا من المال، خب ما وضع مالیمون بهتر از اوست، او که به اندازه ما مالدار نیست، او چطور فرمانده لشکر باشد؟ این یه نظام ارزشی. اونگاه پیامبرشون فرمود ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم، حالا هم نیروی بدنش خوبه، هم سوادش از شما بهتره. حالا شما مالتون بیشتره باشه، اگر او سوادش بیشتره، نیروی بدنی هم دارد، او برای فرماندهی خوبه. ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم. اونا که گفتن نحنو احق بالملک من، حرف شیطان زدن. شیطان هم غیر از این نمی گفت که انا خیر من، من از او بهترم. هر جا سخن از انا خیر من هست و نحنو خیر من هست، معلوم میشه از شیطنت شیطان. خب چرا تو بهتر از اویی؟ برای که مالت بیشتر است، زورت بیشتر است، فامیلت بیشتر است، فرزندانت بیشتر است، یا تقوات بیشتر است. پس در سوره مبارکه بقره این فکر نقل شد و ابطال شد. برای نیروی بدنی میخواد دیگه، مسئله جنگ دیگه، تدریس که نیست که یه قدرت عادی کافی باشه. که تو میدان جنگ نخوابیدن و نخوردن و مبارزات تنبتن و اینا لازمه دیگه. اگه یه وقتی به کسی بخواد درس بگه، تعریف بکنه، یه قدرت بدنی متوسط کافی است و سواد کافی. اما اگر بخواد فرمانده لشکر باشه، بدود، نه بگوید بروید، بگوید رفتم بیایید، چون مردم حرف اون رهبر سائق گوش نمیدن، مردم حرف رهبر قائد گوش میدن. سر موفقیت امام رضوان الله علیه هم این بود که اون رهبر قائد بود، یعنی میگفت مردم من رفتم بیایید. مردم هم گفتن چشم. خیلی ها میگفتن مردم بروید، میگفتن خیر، اگه برویم تو اول بیا یا با ما بیا. اون که پشت سر هست، سائق است، میگوید بروید، موفق نیست، مردم هم گوش نمیدن. اونه که رهبر است، قائد است، پیشا پیش میرود، میگوید رفتم بیایید، مردم میگن لبیک. این همون بود. خب این کسی قدرت بدنی نداشته باشه که نمیتواند پیشا پیش مردم بره. که لذا فرمود قدرت بدنی که داره، سواد کافی هم که در این امور داره، زاده و بسطتن فی العلم و الجسم. در بخش های دیگر هم که اونا میگفتن نحنو احقو، ما اکثر و اموالنیم و مانند اون، اون را ذات اقدس اله نقل کرده و ابطال کرده. در سوره که مشابه این آمده که اونا میگفتن انا اکثر و میکه مالن و اعز و نفرام. در سوره مبارکه که آیه 38 به بعد این است ولولا از دخلت جنت که قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترنی انا اقل من که مالم و وردا. چرا گفتی انا اکثر من که وردا و خودتی گرفتی؟ یا دیدی من مالم کمتره؟ مگر هر کی مالش کمتر است
پیش خدا محرومتر است و هر کی مالش بیشتر است پیش خدا مقربتر است، یا بر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم کار توضیح می شود. تو سوره مبارکه سبع هم همین سخن است. آیه 35 سوره مبارکه سبع این است که اون مطرفون گفتن و قالوا نحن اکثر و اموالا و اولادا. خب این نحن اکثر و مالا، نحن اکثر و بلدن، اینا حرفای اوناست. همین فکر جاهلی که در جاهلیت کهن بود، در جاهلیت میانه بود، در جاهلیت جدید هم هست. برادران یوسف گفتن و نحن عصبتون، ما با احتیاط تعصب داریم، بابسته‌ایم، همبسته‌ایم، قدرتمندیم، مدافعیم. حالا این نوسال چگونه پیش پدر از ما عزیزتر است؟ دیگه نمی گفتن او اتقاست، او اکرم است، او کسیست که شمس و قمر برای او سجده می کند. اینا رو یا نمی دونستن یا نمی خواستن بگن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه همه اینها رو به اونا گفته. اینا گفتن به اینکه چرا یوسف و برادرش پیش پدرشون از ما بالاتر در حالی نحن اصبه. بعد این ابانا لفی ضلال مبین رو هم تای مسائل خانوادگی و اجتماعی مطرح میکردن، معاذ الله درباره دینی نمیگفتن، چون بالاخره یعقوب سلام الله علیه پیغمبر بود یک، اینا هم به پدرشون ایمان داشتن اونطوری که امت به پیغمبر ایمان دارد. دو، اگر معاذ الله میگفتن به اینکه این در ضلالت است، یعنی تو مسائل وحی و نبوت و رسالت در ضلالت است که میشدن کافر. اینه تو مسائل اجتماعی و خانوادگی میگفتن در توزیع محبت این بیراه میرود، از در پرورش فرزند بیراه میرود، نه از در مسائل اعتقادی و دینی. ضلال مبینی که اونا میگفتن تو همین محدود بود. حالا پیشنهاد دادن برای اینکه از این خطر برهند، اون جریان سؤال که زید ابن علی سلام الله علیه گفته بودن که پدرم نگفته بود جریان امامت امام باقر را، این نباید درست باشد، این روایت نباید درست باشد، چون جریان امامت 12 امام علیه السلام به طور کافی به شافی به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به وسیله حضرت امیر، به وسیله زهرا سلام الله علیه و اجمعین، به وسیله امام حسن، به وسیله امام حسین منتشر شده بود. کسی نبود که جزء بنی هاشم باشه، جزء دوده طه و یاسین باشه و از جریان امامت 12 امام باخبر نباشه. اینی که زید ابن علی میگوید که پدرم نسبت به من خیلی عاطفه داشت، من رو به دامن خود منشود، غذای گرم و سرد میکرد، سرد بشه بعد به من الغام بکنه، لقمه لقمه در دهنم بگذاره، چگونه پدرم مرا از آتش دنیا حفظ کرد، از آتش قیامت حفظ نمیکرد، اگر برادرم محمد ابن علی امام بود من میگفت، این نباید درست باشه. خب اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخل لکم وجه ابیکم. این که گفتن بالاخره یا ایرا بکشید یا تبعید، که نباشه در جمع ما، نباشه در جمع ما، یه جای دوردستی بفرستی که در این محدود نباشی، که حکم مرگ داشته باشه. اونگاه پدر وقتی اونها را از دست داد، تمام محبتش متوجه شما میشه. حسد یه فتوای غیر معقول میده دیگه، این کار منشأش حسده دیگه، یک دستور غیر معقول، دستور غیر عقلی، غیر قابل قبول میده. یخلو لکم وجه ابیکم، پدر که الان محبتش به 12 فرزند توضیح شده است و به 11 فرزند مثلا توضیح میشه. داشتن اینا ایمان ده. خب همون که پسر امام کار بکنه، یکی جعفر کذاب در بیاد، یکی پسر نوح در بیاد، این خطر هست. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه. شما حواستون جمع بکنید، امام معصوم به ما فرمود، پیغمبر ما فرمود، بالاخره شما که در منزل هستید، بچه های شما، شما رو که به لباس روحانی و به لباس علم نمیبینن، شما در بیرون هستید، کدرسی درس و بحث و تعلیف و مباحثه اینا دارید، تو منزل که هستید با لباس منزلی هستید، میگید میخندید، بایدم همینطور باشه، غیر از این هم که نمیتونه باشه. تو منزل که نمیتونید مثل مدرسه و مسجد زندگی کنید. بچه که شما رو به عنوان یک روحانی و عالم نمیبینه، به عنوان فردی از افراد عادی میبینه، به چون دائما شما رو میبینه خیلی برای او تازگی ندارید. حضرت فرمود بی رغبت ترین مردم به علما بچه های اونها هستند، یک همسایه های اونها هستند، دو
اهل شهر روستای او هستند که او رو زیاد میبینن. ولی مبادا خدای ناکرده بی رغبتی اونها یک روحانی را یا عالم را از دین و مذهب و درس و بحث کم رغبت نشون بده. شما فرزندان زیاد دارید، اگر اهل سخنرانی باشید، اهل کتابت باشید، اهل تدریس باشید، هر دانش آموز و دانشجو و طلبه که درس و بحث شما رو فرزند شماست. اگر 4 نفر در شهر شما، روستای شما به سراغ شما نمی آین، 40,000 نفر در سراسر ایران به سراغ شما میان. مبادا خدا اینا کرده اگر در شهرتون، در روستایتون خیلی به شما اقبال نشده، شما نگران باشید. این امر طبیعی است. از حد و ناس فل عالم، چون زهد وقتی با فی استعمال بشه یعنی بیرغبتی. از حد و ناس فل عالم اهله و جیرانه. بنابراین شما فرزندان زیاد دارید، دوستان زیاد دارید، همسایه ها زیاد دارید، و اگر کلامتون حق باشد انشاءالله چه این که هست، چون گفتن لازم است، معلوم شد خدا پیام این سبا را به دیگران میرساند. اگر به گوش دیگران نمیرسند که به ما نگفت بگویید، که بر ما گفتن و نوشتن لازم، رسوندن به پیک سبا. اگر او قدرت نداشت یا نمی رسید که ما نمی گفت. خب بله، اون هم همین است دیگه. خدا نکرده یک مشکلی باشه برای اعضای خانواده شرره دیگه. خب فرمود به تکونو من بعدهی قومن صالحین. یکی از همین برادرها گفته بود که این رو نکشی. یه جایی هم که می میره اونجا نندازی. دو، یه جایی که نمی میره ولی کسی به او دسترسی نداره اونجا هم نندازید. سه، یه چاهی بیندازی که در مسیر کاروان باشه که عده بالاخره رو بگیرن که او خیلی اون تو نمونه و تلف هم نشه و زنده هم بمونه. خب این نشون میده که همه مصالح رعایت کرده. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ایرو نکشید، و القوه في غيابه الجب. یه وقت از چاه میندازید، چاه اینجا خب بالاخره دامداری است، وحوش و اینا هستن، دم دست است، ممکن تلف بشه. نه، یک گوشه غیابه جب، یعنی جای پنهان. چاه یه جای روشن و شفاف و بستری دارد که فورا میبینن که ای کسی آمد، هر بیگانی هم آمد ممکن ببینه. یه وقت از یه جایی داره که آید خودش پنهان بکنه بتونه اونجا جای پنهان داشته باشه که بتونه پنهان بشه. و چاه بیرون جاده نگذاری که دامدارا تو بیابونه چاه میکنه، نه، چاهی باشه سر راه عبوبی که کاروان میاد، قافله میاد، اینا بگیرنش. پس یه چاه باشه، یک، سر راه قافله باشه، دو، این چاه مأمن داشته باشه، سه، اون غیابه جب است، یعنی مخفیگاه، که اگر او خواست خودش پنهان کنه بتونه، خواست دم دست بیادم بتونه. این هم چه کاره بکنید؟ آخرش هم گفت که ما که گفتیم کاری نکنید، ولی اگر تصمیم دارید نسبت به او یک کاری انجام بدید، این کار را بکنید. این کنتم فاعلین. اول من حرفم اینه که کاری بود نداشته باشید. یعنی این کنتم فاعلین، یعنی لا تفعلو. نظیر اونچه که در سوره مبارکه نحل آمده. حالا اگه کسی نسبت به شما بد گفت، حالا الا ولا بد، بالاخره بالاتر از عدل چیزیست به نام احسان دیگه. حالا اگه شما انتقام گرفتی، تازه اول جنگ روانی شما به ایشون است، وقتی تو منزل رفتید خوابتون نمیبرد، اما وقتی گذشتید یه مرهمیست روی زخم زدید، یه آبیست روی آتش زدید، هم او با آسانی میخوابه، هم شما با آسانی زندگی میکنید. تو بخش پایانی سوره مبارکه نحل فرمود آیه 126، و این عاقبتم، آیه کسی بد کرد نسبت شما، شما میخواد عقاب کنید، متعاقب عمل او جبران بکنید، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اما ولئن صبرتم لهو خیرون للصابرین. اگه عقاب نکنید بهتره، خیر است برای شما. برای اینجا هم این برادر بزرگوار گفت نکنید این کارا رو، ولی اگر خواستید بکنید، یه چای داشته باشه که مأمن داشته باشه، سر راه باشه،
که قافله میاد، یه وقتی هم بذارید که قافله بیاد بگیره، یه وقتی هست که بعضی از قافله دو ماه سه ماه اینجا عبور نمیکنه، نه یلتقد هو بعض سیارته این کنتم فاعلین، اگر میخواد بکنید یه همچه کار رو بکنید. پس همیشه تو آل یعقوب اینا هم بودن و همین کارم بالاخره تصمیم گرفتن و همین رو تصمیم کردن و همین رو انجام دادن. الحمدلله و العالمین.